مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عنصر شجاعت در حماسه و هنر، دانشگاه هنر، محرم سال 1390، جلسه 11، 62 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روح بأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما اینجا بیشتر دنبال برانگیختن اندیشه و احساسیم یا برانگیختن اندیشه و انگیزه ایم؟ میخوایم انگیزه ایجاد بکنیم به یه موضوع توجه کنیم، میخوایم توجه خودمون رو به یه موضوع جلب کنیم. توی همچی جلساتی فتح باب میشه برای اندیشه. مثل یک دوره آموزشی نیست، من فقط روایت های باب ترسیدن و شجاعت رو بخوام برای شما بخونم، شما حداقل 2 ماه باید فقط اینجا بشینید که من روایت ها رو یه بار برای شما بخونم بدون شرح و بسط. بعد الان شما ممکنه بگید آقای ما این بحث ترس رو اساسی میخواییم تعقیب کنیم، چیکار کنیم؟ وقت ممکنه بنده بگم که اصلا شما باید برید انسانشناسی بخونید، نصف سوالاتتون اونجا حل میشه، بعد برید بحث ترس رو اینجوری مطالعه کنید که حالا کتابی هم سراغ ندارم بگم، نصف دیگه‌اش هم اونجوری حل میشه. وقت برای بسیاری از سوال‌ها ممکنه من بگم که حتما باید اون انسانشناسی رو طی کرده باشید. بالاخره به مرور معارف و مطالب در ذهن انسان جمع میشن و بعد کم کم انسجام پیدا میکنن. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق کسب معرفت و کسب فضیلت در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام عنایت بفرماید. ابعاد اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، شخصیتی، اثرش در زندگی مهارتی و شغلی، اثرش در اطلاع اندیشه و تفکر، اثر کلیدی و غیر قابل اغماز بودن و نبودن ترس. عرض کردم یکی از 2 رکنه. بنده اکثر صحبت هام سر مسئله محبته، که این محبت و سامان بدیم از دنیا کنده بشه به خدا متوجه بشه. نه بنده، اکثرا دارن روی این موضوع کار میکنن و ما همیشه رنج میبریم. 2 عامل اصلی تعیین کننده زندگی انسانه، یکی آنچه در مقوله محبت هست، یکی آنچه در مقوله ترس هست. آنچه در مقوله ترس هست مؤثرتره، عملا مؤثرتره. محبت زیربناییه اما عملا همیشه سبهش تعیین کننده اینه. یه مادر مثلا خیلی قوی تره، تصمیم گیری تره و نمیدونم چی با یه نوزاد. نوزاد در مقابل مادر هیچ وقت رأی نداره، ولی این نوزاد تعیین کننده تره. این بلند میشه زندگی مادر رو به هم میریزه، خوابش رو به هم میریزه. این الان گشنشه دوباره برنامه مادر رو به هم میریزه. بالاخره این تعیین کننده است عملا. رئیس این بچه است. حالا ترس که بچه محبت هم نیست، ممکنه داداش کوچیکه تلقی بشه که همونطور هم هست، ولی خیلی تعیین کننده تره و اساسا در مسائل تربیتی و عرفانی و معنوی کمتر به ترس پرداخته میشه. این یک نقیصه بزرگه، چون محبت موضوع دوست داشتنیه و ترس موضوع تلخیه. ما البته سعی کردیم که شیرین درباره ترس با هم دیگه صحبت کنیم، ولی ترس یک بحث گوش نکردنیه. شما گوش کردید، شما فوق‌العاده اید، خیلی با صفایید.
حب الله رو همه حاضرن بشنون، خوف از خدا رو کمتر کسی حاضره بهش بپردازه، ولی ما به این بهانه بهش پرداختیم، منتها خیلی کم رسیدیم به خوف از خدا. فعلا درباره نترسیدن از دیگر امور و دیگران صحبت کردیم. همینجا قسمت دوم بحثی که در نظر داشتم بگم، قسمت اول و دوم میگم، و اون این که چیکار کنیم حالا ترسمون کم بشه. سعی کنیم ترسمون از خدا ببریم بالا. بعضیا هستن اگر خواستی از کس دیگه نترسی، واقعا یکی از راه حلای کلیدیش اینه که سعی کنی از خدا بترسیم. خیلی سعی کنی غم دلتو بگیره، وای چرا از خدا نمیترسیم. یکمی تبلیغات کنم درباره خدا ترسی. تو قسمت اول صحبت به عنوان یه راه حل کلیدی، بعد یه نکته دیگر رو بگم که تتمه بحث شبهای گذشتمونه که اهل تبلیغ، اهل هنر، اهل اندیشه، اینا چرا نمیترسن، چرا نباید بترسن و چرا نمیترسن. و خدا تو قرآن نفرمود اینا نباید بترسن، فرمود اینا نمیترسن. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اینا نمیترسن کلا. چرا؟ مگه اون قسمت باقی مونده بحث دیشبمونه که قسمت دوم شد دیگه. حالا ترس از خدا رو مقدم بکنیم. هر کی از خدا بیشتر بترسه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ محبت‌های خدا رو بیشتر احساس میکنه. میری حرم امام رضا، حال میکنی، صفا میکنی، دیگه دوست نداری بیای بیرون، احساس میکنی امام رضا بهت محبت کرد. درسته. چند تا روانشناس برای یه سمینار اومده بودن ایران، رفقا میگفتن، از اساتید بودن، میگفتن اینا رو بردیم حرم امام رضا، اینا دیگه در نمیومدن بیرون. میگفتن اینجا چقدر انرژی مثبت هست. شما به این مردم چی گفتید؟ اینا چی تصور میکنن؟ ما یه توضیح میدادیم که بابا کسی به اینا چیزی نگفته، اینا چیزی تصور نمیکنن، اینجا یه آقای زنده است کار میکنه خودش. اونا علاقه من بودن که امام شناسی بکنن، منتها هی میگفتن شما چی فکر میکنید درباره امام مالتون؟ میگفتیم بابا ما فکر نمیکنیم. یه جایی ما اینقدر به خودمون تلقیم کردیم که اینجا مثلا اینجوری یکیه، حالا هر موقع میریم اونجا یک احساس چگونگی پیدا میکنیم. نه، اینجا اصلا یه واقعیتیه. حالا تو میری حرم امام رضا، میخوام بگم اونو هم درک کرده بودن اینجا یه خبری هست. میری حرم امام رضا، تحویلت میگیره، حس میکنی. کی میخواد خدا همینجوری تحویلش بگیره حس بکنه؟ یقینا همه تون میخواید. امام رضا تحویل بگیره اینجوری یکی میشه، و خدا تحویل بگیره چه اتفاقی میفته؟ خیلی بیشتر. امام حسین توی جلسه روزش بری کربلا تحویلت بگیره، بالاخره حس میکنی یه چیزی. این اگه تبدیل بشه به تحویل گرفتن خدا چی میشه؟ ما اصلا اهل بید راه خدا برای ما. کیا میخوان خدا نازشون کنه و نوازش خدا رو لمس کنن، از خدا بترسن، یک کمی هم بلرزن، رنگشون بپره، دیگه تمومه، آخرشه. اصلا میفهمی بغل خدا چه مزه ای داره؟ ببین تو خیلی وقت یادت رفته بغل مامانت، درسته؟ اصلا یادتون میاد بغل مامانتون؟ دیگه آغوش مادر گرماشو ما یادمون نمیاد. آدمای قرص و محکمی شدیم، تیراهن شدیم، بتون آرمه شدیم، سنگ شدیم. در حال ما هرچی بزرگتر میشیم به بغل بیشتر احتیاج داریم. از بغل مامان آدم در میاد، میره بغل خدا. این سیر رو طی نکردیم، یخ شدیم، مثل بچه یتیما این وسط افتادیم، فکر میکنیم خب همینه دیگه، همه هم اینجوری هم. امیرالمومنین تو دعای کمیل وقتی میخواد بره تو بغل خدا،
اینقدر از جهنم صحبت میکنه و ماها شما نه من بیمزه هستم از اون دور نگاه میکنم وای چقدر دعایی بود کمه خشنه پر از ترس چقدر میره جهنم یعنی بحثش چقدر میره تو موضوع جهنم بابا یه کمی راحت‌تر با خدا مناجات کن حالا نه ترسیدی از خدا ببینید چی میشه دیگه تا میگی خدا من میترسم ازت میگی عزیزم نترس جانم رضا امیرالمومنین بلا فاصله بعد از هر ترسی تو دعای کمه هی صدا میزنه البته من میدونم تو نمیزنی منو خب عزیز دلم شما اگه میدونی نمیزنه پس چرا ترسیدی و من اینی که من گفتم نمیزنه چون بی گفتم من حیات انت اکرم و من انت زیه همان رب بیته من میدونم تو من نمیزنی اینی که گفتم برای این بود که اگه نمیگفتم بی ادبی بود خدا داره نازم میکنه من باید بگم من قبولم دارم قبولت دارم که منو نوازش میکنی اونی هم که میترسیدم به دلیل این که نوازششو میخواستم امیرالمومنین اهل دوزخ که نیست که اصلا هیچی قسیم الجنت و ناره ولی خدا فرموده راهشه دیگه اینجوری باید باشه ما رابطه اون باید اینجوری باشه تا تو رشد کنی داده خودت میگم لذا ادعیه غالباً سرشار از خوفه وقتی به اوج عاشقی میرسن اوج ترس بر زبانشون جاری میشه خوف از خدا نتیجهش نوازشه میخوایی بچشیم؟ خوف از خدا یه نتیجه دیگه هم داره یادت خوف از دیگران آدم رو کور و کر میکرد اصلا نمیذاشت آدم چیزی بفهمه چیزی ببینه خوف از خدا شدت بیداری به آدم میده و از تجلب شدت تیقظه به صدق الخوف امام باقر علیه السلام میفرماد شدت تیقظ و بیداری و هوشیاری و هوش در دم شدت توجه خودت رو با خوف صادقانه از خدا به دست بیار یه روایت هم از امام باقر علیه السلام بخونم تبلیغات درباره خوف از خدا برای این جلسه مختصر کافیه لا مصیبت که عدم العقل ولا عدم عقل که قلت الیقین ولا قلت یقین که فقد الخوف ولا فقد خوف که قلت الحزن علا فقد الخوف هیچ مصیبتی هیچ بدبختی بالاتر از بیعقلی نیست قبول آقا روشنه دیگه از این مصیبت بدتر کمی یقینه دیگه نمیپرسم قبول آقا چون معمولا قبول نیست ما متوجه نمیشیم این مصیبت بزرگیه خب دیگه همون یه دونه اول رو بهت گفت که با هم موافقی بعد بقیهش رو دیگه اوستا میدونه ما نمیدونه حتی آخرش میدونستیم که دیگه اولی که قبول داریم که لا مصیبت که عدم العقل هیچ مصیبتی مانند بیعقلی نیست قبول آقا بقیهش رو امام باقر میفرما فرماد ولا عدم عقل که قلت یقین ترجمه فارسیش راحت میشه که از این بدتر کمی یقینه از کمی یقین بدتر نترسیدن از خداست از نترسیدن از خدا بدتر چیه؟ قلت الخوف قلت الحزن علی فقد الخوف دلت هم نمیگیره که نمیترسی از این که نمیترسی از خدا ناراحت هم نیستی این دیگه بزرگترین بدبختی ترس نداریم خب نمیاد ما چیکار کنیم نمیترسیم شجاع شدیم خب باشه ناراحت هم نیستی حداقل ناراحتش باش دیگه اذیت میکنین دیگه نمیخوای معامله جوش بخوره یه فرمانده دسته داشتیم تو گردانمون گردان تخریب قبل از امارات الفجر یک
من زیاد باش آشنا نبودم. این خیلی بچه شرقی بود، یکمی هم سیاه چرده بود، لاغرطوری بود، موهای فرفری هم داشت. مال لشکرمون البته لشکر بچه تهران بود، ولی نه اینکه سیاه باشه ها، یکمی مثلا روشن پوست نبود مثلا. یا مختصاتش که من همینجور یادم میاد. بعد یه آدم ویژه‌ای بود. تنها چیزی که ما فکر نمی کردیم عبادت ایشون بود، که آقا ایشون اهل عبادت‌های ویژه و فوق‌العاده است. همیشون گفت یه بچه شر درست حسابی جنگ، یه چریک شیطون و شوخ با نشاط بالا. فرمانده دسته هم بود. بله فرمانده دسته بود، فرمانده تیم نبود، فرمانده دسته بود. بله بعد بچه ها یه دفعه زمزمه تو گردان پیچید، گفتن که ما مثلا اونجایی که بودیم تپه ماهور بود، فلانجا یه دونه قبر رو به قبله پیدا کردیم با فاصله زیاد از اینجا، میخوایم نشون بکنیم این مال کیه. فاصلهش زیاد بود با گردان. آقا بچه ها تله گذاشتن، اینا یکی یکی زرنگ تر. فردا اومده بودن اصلا تمام این برای بچه هایی که میدونستن، اینا هم خیلی بچه های شرری بودن، همه روشون کم شده بود، موتورا پیاده شده بود، یعنی موتور نداشت راه بره دیگه، موتور نداشته باشن راه نمیده دیگه، اینجوری شده بودن. میگفتن فلانیه، مال فلانیه. یک زجه این میزد، رفته بود تو قبر، میگفت خدا میخوای بزنی الان بزن، بعدن نزن، الان قبره دیگه، ولی بعدن نزن. تو الفجر یک به شهادت رسه. خوف از خدا خیلی قشنگه. الهی خدا مرگ بده ابلیسو که ما رو از دور از خوف از خدا میترسونه نامرد. این شیطان خدا لعنتش بکنه. خودش ما یه قرآنش رو شبای اول خوندیم، دوستان خودش رو همه چی میترسونه. میخوای بری از خدا بترسی؟ ترس چیزه اصلا، ترس بده اصلا، چرا تپه ترسی؟ لامصب عرفان بازیش گل میکنه، گفتم میشم عاشق خدا بشو، چرا میترسی؟ من میدونه ما بدبخت ها که عاشق خدا میتونیم بشیم با این وضع. با ترس تیغا رو پاک میکنیم، با ترس آلودگی رو تمیز میکنیم، خوشگل که شدی میری بغل خدا. ترس خیلی عالیه. اگه کسی نمیترسه از خدا چیکار کنه؟ ناراحت دلش بگیره، چرا من نمیترسم از خدا؟ حضرت امام اینقدر اواخر عمرش گریه میکرد. خوف از خدای خوبا عجیب غریبه. حضرت امام ترسش از خدا رو بخوای ببینی برو تو کتابای اخلاقش بخون، اصلا بهت حال میده، حالت هم میگیره، سرشار از خوف پروردگار عالمه. ببین امام اینا رو 20 تا 24 سالگی نوشته، بعدش هم 24 سالگی به بعد حدوداً دیگه امام کتاب عرفانی ننوشت. چرا؟ چون دیگه حرفاش ننوشتنی بود، بقیهش مال اینجا نبود. ترس از خدا داشته باشی دیگه هیچ دیگه نمیترسی. میگه آقا جون ما ترس دونمون پر شده دیگه، جا نداره من این که کس دیگه بترس. شجاعت بی نظیر حضرت امام اینه که یه عمری کار کرده بود رو ترس خودش. یه راه حل دیگه هم بگم تا اینجا رسیدیم، اونم به خدا مربوطه. ریشه ترس رو پیامبر گرامی اسلام به علی ابن ابی طالب می‌فرماید سوء ظن به خداست. اعلم یا علی ان الجبن والبخل والحرص، جبن و بخل و حرص، ترس و بخل و حرص،
غریزتون واحده یجمعها سوء الظن، یه غریزه‌ایه که سوء ظن به خدا اینا رو درست کرده. انشالله خدا همتون رو توفیق بده برید حج، خانه خدا رو زیارت کنید، سعی بین صفا و مروه برید. سعی بین صفا و مروه یه جورای اوج قشنگیشه. بعد اونجا بهت میگن که اینجا یه دعایی داره. میگی چه دعایی؟ میگی تو سعی بین صفا و مروه میگی خدایا سوء ظن منو به خودت از بین ببر، حسن ظن منو به خودت زیاد کن. دو تا دعا میخوام بکنم، یکم فنیه، پیچیده است، اشتباه نمی کنم و نگید فلانی اشتباه لفظی کرد. خدا امروز عاشوراست، شب شام غریبانه، به حق کربلای ابا عبدالله حسین توفیق زیارت بیت الله الحرام و حج، حج تمتع به ما عنایت بفرما. فکر کنم آجا احتمالا میخواستی بگی توفیق زیارت کربلای ابا عبدالله حسین. نه، من همون درست گفتم. برو حج، یه حج خوب برو، بعدن بیا بهت بگم که کربلا 70 حج قبول شده است، بعدن بیا برو کربلا رود کم شه. می ترسم همینجوری بری کربلا قدرشو نده. یه هم از دعایی برای کربلا که برات انجام دادم دیگه، اینجوری غیر مستقیم. خب ما یه حرف دیگه هم داشتیم از دیشب میخواستیم بزنیم، اونم این که کسانی که اهل تبلیغن نباید بترسن. داشتیم خودمونو میکشتیم که بگیم که چرا میترسن، چرا نباید بترسن. اصلا ریشه تشویق رو بکن که تخویف رود اثر نگذاره. نخواه کسی تشویقت بکنه، که کسی تحقیرت کم نترسی. خیلی بحثا کردیم و شبای قبل و اینا، بعضی وقتا ما گپایی که با هم دیگه میزنیم قاطی قصه ها و تیکه هامون کلی مقاله علمی داریم رد و بدل میکنیم. ما دوستان تحویل نمیگم، یعنی چرا فقط قصه میگیم؟ ما که قصه کجا گفتیم؟ ما قصه گفتیم، ما بیکاریم، من جون نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. ما تو تیکه هامون هم کلی داریم رد و بدل اطلاعات میکنیم، ولی تحویل بگیرن بعضی ها دیگه. حالا دقت بفرمایید، خیلی زحمت کشیدیم شبای قبل که بگیم که آقا آدم اهل هنر، اهل تبلیغ حرف میخواد بزنه نباید بترسه، باید حرفشو بزنه. خیلی زحمت کشیدیم، اون راهایی که می رفتیم زحمت داشت. شب آخر دیگه می خواهیم یه راه میانبر بریم. یه روایت براتون بخونم، چند تا روایت آوردم، فکر کنم یکیشو بخونم کافیه. می فرماید که اینو بخونم. جابر یکی از صحابه جلیل القدر امام باقر علیه السلامه، تسعین چند تا میشه؟ نود تا میشه. تسعین الف چند تا میشه؟ 90,000 تا. میگه که امام باقر علیه السلام 90,000 حدیث به من یاد داد که من نمیتونستم با احدی اونو در میون بگذارم. جابر میگه که رفتم پیش امام باقر علیه السلام، گفتم جعلت فداک انک قد حملتنی وقرا عظیما، یه بار سنگینی رو دوش من گذاشتی. به ما حدثتنی بهی من سر کمالدی لا احدث بهی احدا، فرب ما جاش فی صدری حتی یأخذنی منه
شبه الجنون، اسراری رو به من یاد دادی امام باقر. این سینه من تنگ شده، پر شده، دیگه جا نداره. میدونی آقا حالت جنون داره به من دست میده، چیکار کنم؟ بعد به من میفرمایید که این اسرار رو نگو. میفرماید یا جابر فاذا کان ذلک، هر موقع دیدی خیلی داره بهت فشار میاد، دیوانه داری میشی، از شدت اسرار ما که نمیتونی تحملش کنی، فخرج الی الجبال، برو کوه، فحفر حفیرتن، یه چاهی بکن، و دل رأسک فیها ثم قل حدثنی، یه چاهی بکن، سرت رو تو چاه فرو کن، داد بزن، بگو امام باقر به من گفت، 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 اینها رو به من گفت، اینها رو به من گفت. بذار بهش فشار نیاد دیوونه بشیم. ارتباط این حدیث با شجاعت چیه؟ بهش میگی شجاعت داشته باش بگو. نه عزیزم، این توصیه به شجاعت لازم نداره. وقتی فشار بیاد تو باید بگی، نمیتونی نگی، میگی، شجاع میشی، سر میدی، میخوای نگی میگی. فشار نیومده روش، دیوونت میکنه حرف حق، دیوانت میکنه اسرار ولایت، دیوانت میکنه، شب و روز نمیشناسی، میگی، باید بگی، راهشو پیدا میکنی، میزنه بیرون ازت، نگی دیوونه میشی. اینها که امام باقر علیه السلام فرمود برو تو چاه بگو، برای این بود که حرفایی بود که نباید میگفت. حالا حرفایی که آدم باید بگه و نمیگه چی؟ هنوز تو سرش جا نیفتاده مسئله، جا بیفته میگه. منصور دوانقی امام صادق علیه السلام رو احضار کرد، حالا یه جلسه ای بود، به هر حال بذارید هم نوشته اینجا احضار کرد یا جلسه ای بود، نه نوشته. گفت یا ابا عبدالله، آخه به امام صادق علیه السلام میگفتن ابا عبدالله، کنیه شریف حضرت ایشون همینطور هست، یا ابا عبدالله. آخه شیعیان اون موقع تقیه میکردن، نمیگفتن ما شیعه ایم. میدونی شیعه بار سیاسی داره دیگه، ما رئیس سیاسی داریم، ما حکم قاضی باید او تایید کنه انجام بدیم، ما مالیات به او میدیم، ایشون حرام زندگی میشه، یه قدرت دیگه، اصلا شیعه یعنی قدرت. برای همین امامای ما رو همه رو کشتن، هرچی امام میگو بابا من دارم درس و بحث میگم، نه آقا شما سیستم اقتصادی قوی داری، مثلا حکومت داری، شیعه یعنی حکومت دیگه. یه نفر از این نیمه روشن فکرهای اسم میگم همه تون میشنسید، یه گپ و یپی با هم داشتیم، گفت چرا شما مرجعیت تقلید و تخصصی نمی کنید؟ بگید آقا یکی متخصص فقه احکام طهارت نجاست، یکی متخصص حجه، مردم تو حج از ایشون تقلید کنن، من از اونه که تو نمازش از این تقلید کنن، اون تو بحث اقتصاده، چه اشکال داره اینجوری بشه؟ گفتم ببین شما خیلی داری قصه حوزه رو میخوری، اصلا قصه دین مردم رو میخوری، این عجیبه واقعا. ما هم خیلی بچه ساده هستیم، ولی ما هم بچه ساده راه رای ما ساده ساده نیستیم. تو از کی مطالعاتت افتاده رو این که ببینی حوزه چرا این کارا رو نمیکنه؟ آخه شما رو زنن نه به این حرفا. بعد بهش گفتم که عزیز من میدونی تو دنبال چی هستی؟ تو دنبال این که مرجعیت واحدی که ایجاد قدرت میکنه رو از بین ببری،
خندید، خدا شاهده اسمشو نمیبرم، خندید. گفت واره اونو که ما مخالفیم دیگه. گفتم چه اینجا میای؟ آخرشو بگو دیگه، چند آخرش چند؟ گفت آقا به هیچ قیمتی شما ولایت نداشته باشید. اینو میخوای بگی دیگه؟ تشیع قدرت داره، دینش دین سیاسیه. مراجع تقلید ولی فقیه به حرام حلالش گیر میدن. بیا مثلا سیستم اقتصادی داره، همه چی داره. تو اوج قربت یک قدرت سیاسیه. اون وقت پنهان میکردن دیگه، تقیه میکردن اون زمان. بعد دلم برات بگه که منصور تیکه مینداخت به امام صادق، میگفت خب آقا چرا شیعیان شما توی یه جلسه میشینن، تو همون یه جلسه خودشون رو لو میدن، نمیتونن که نگه دارن که. یعنی ما میشناسیم شیعیان شما رو، شیعیان شما هم شناساییشون برای ما کاری نداره، یا معمولا زبون نمیتونن نگه دارن، لو میدن. یا ابا عبدالله من دوست دارم بخونم از رو ما بال رجل من شیعتکم یستخرج و ما فی جوفهی فی مجلس واحد حتی یعرف مذهبه. چی میشه تو یه جلسه این هرچی تو سینش هست میزنه بیرون، معلوم میشه مذهبش چیه. جونم به امام صادق حاضر جواب، فقال ذالک حلاوت الایمان فی صدورهم. این به خاطر شیرینی ایمانه، نمیتون نگرش دارن، میگنش، کیف میکنن میگن. من حلاوتهی یبدونهو تبدیا، از شدت حلاوتشی که زود آشکار میکنن. جونم نمیدونی این آقای من، امام من، همه جا میگه. یعنی تولید اثر هنری، تولید یک محصول رسانه، داره منفجر میشه، عالمو خبردار میکنه. و دیگه ترس چیه؟ ترس کی بود؟ نه ترس، بگو بگم زایی نشه، بگم ببین تو نگو، راحت باش، یعنی بمیر، همون نگو بمیر، فرق نمی کنه، همون نگو. یه جوری بگم که خراب نشه. نه ما حالا همون تنداش هم نیستیم، ببین تو همون نگو بمیر. کی به تو گفت بگی؟ تو نمیخواد بگو، بگویی؟ نگویی؟ نگو دیگه. اونی شجاعت داره و میگه و نمیتونه نگه، اونی که نمیتونه این سر رو نگه داره، هنرمندایی که داد از ولایت نمیزنن، دم از ولایت نمیزنن، سری از اسرار ولایت رو خدا آتشش رو تو دلشون ننداخته. دل خالی مثل بیابان برهوت. من قبول ندارم هنر تشریفاتی رو، هنر حکومتی و زوری رو هم قبول ندارم، هنر سفارشی رو هم قبول ندارم. تقریبا مورد شور هنر سفارشی رو ببرن. هنرمند باید از دلش بجوشه و بگه. حالا سوالم اینه که چرا از دلشون بلاحت نمیجوشه بگن؟ بس اونجاست، هیچ کس هم نمیشه زور کرد. گفت آقا از آباء طاهرین شما نقل شده که ان حدیثکم صعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. گوش بدید حدیثو، حدیث عجیبه. نامه نوشت آقا جو اینو برای من توضیح بده. یعنی چی؟ که حدیث اهل بیت، سخن اهل بیت، اسرار اهل بیت، اسرار ولایت،
سخت است، دشوار است. ملک مقرب، پیامبر مرسل و هر مؤمنی که خدا قلبش را امتحان کرده باشد با ایمان نمیتواند این حدیث را تحمل کند. آخه یعنی چی نمیتواند تحمل کنه؟ حدیث ما سخته، سنگینه، کسی نمیتونه رو تحمل بکنه. کسی نه، خوبان عالم نمیتونن تحملش کنن. کیا بگید؟ ملائک مقرب، پیامبران و مؤمنینی که قلبشان امتحان شده. نفرمود هر کسی نمیتونه تحمل کنه، فرمود این صدا نمیتونن تحمل کنن. جواب اومد، جوابشو دیگه از حفظ برات میخونم. فرمود میدونی تحمل نمیتونن بکنن یعنی چی؟ یعنی تا نگنش آروم نمیشن، باید بگنش. آخر یکی رو مثل خودش پیدا میکنه، میگه درسته؟ ولی بقیه تحمل میکنن. بهش بگو لال مردنی همجوری مؤمن نمیتونه. بعد چرا میگدش؟ نمیتونه تحمل کنه. میگه انما معناه ان لا يحتمله في قلبه، نمیتونه نگرش داره تو قلبش. باید بگه من حلاوت ما هو في صدره حتی يخرجه الى غيره، از بس شیرینه تو دلش نمیتونه نگر داره، میگدش. وقت شجاعت کو؟ اصلا شجاعت ربطی داره به بحث ما؟ آب بگو، خواهش میکنم بگید شجاعت به این تیکه آخری که ما گفتیم هیچ ربطی نداره. بگو ربط داره؟ نداره. یعنی ببخشید ترس، عذر میخوام، ترس ربط داره به این بحث ما؟ نه، چون اصلا ترس ربط نداره به مؤمن. این عشق میاد میزنه همه چی داغون میکنه میره، شیرینی ذکر میاد داغون میکنه میره. فداتون بشم. میخواید از کس دیگه نترسید؟ شیرینی ذکر خدا، ذکر اهل بیت، سر اهل بیت رو دریافت بکنید، اون وقت ببین چی میشه. انشالله من بعد هر سازی کوک کردی، هر آهنگی ساختی، همه برای ولایت باشه. ای چرخ هستی در دفت، ای جام مستی در کفت، ضربی بزن، چرخی بزن تا مجلسی برپا کنم. در نی نوا دارم بسی، در نی نوا دارم کسی، یا بر سر نی می روم یا سر به نی بالا کنم. یا بر سر نی می روم یا سر به نی بالا کنم. یه جوری بشید از یه جای دیگه آتیشتون بزنن، نتونید نگید. حرفای دیگتون هم با حلاوت میشه. به بچت میگه آب بیار برای من، بچت میگه که این بابای من میگه آب بیار برای من، چقدر باحاله. اینجوری میشه دیگه، و خونت باحال میشه. آدم میاد خونت، دوست داره خودشو به در و دیوار خونت بماله. اینجوری میشه، باور کن، لباست باحال میشه، لباست باحال میشه. پس فردا از دنیا بری انشاءالله قبرت باحال میشه. شهادت سنگ را پوسیدنی کرد، شهادت لاله را بوئیدنی کرد. اینجوری میشی، همه جا رو میگیری. تموم آقا، بریم کربلا. امام حسین علیه السلام ببین چه اثری گذاشته. بابا کسانی که میخوان یا
یه قدرتی پیدا کنن میرن به منابع قدرت وصل میشن. کسی میخواد نور پیدا کنه باید بره به منبع نور وصل بشه. کسانی که میخوان ثروت پیدا کنن میرن با ثروتمندانش از تو برخاست میکنن. کسی که بخواد شجاعت، حماسه، نور زیاد دوره برای امام حسین به پلک همینجور بچرخون اطراف حتما بهت عنایت میکنن. لا اله الا الله. همیشه برو در خونه ابا عبدالله الحسین، همیشه همینجوری دور خیمه های ابا عبدالله الحسین دور بزن همینجوری. ولی امشب نه، امشب احتیاط خودتو حفظ کن با فاصله از خیمه ها. این بچه ها بعضی هاشون معجر ندارن، چادرهاشون رو ببودن، دوست ندارن نامحرم نزدیک بشه. خیمه نیم سوخته است. خیلی امشب باید مراقبت کرد. نمیدونم شما طاقت ندارم بگم، شما هم طاقت نداریم. میترسم آخه آمادگیشم نباشه. شما توتون آمادگی هست؟ نه آمادگی هست. امروز چقدر خودتو برای امام حسین کتک زدی. یک کمی شبیه بچه های کتک خورده ابا عبدالله الحسین شدی. نورش توت هست. ما توی جایی تو عملیات تو محاصره بودیم. حالا من میگم ما دیدی که من آدم نشدم. من فکر نکنم فضیلت ها بودن آدمایی که جبهه بودن بعد اصلا جهنم. نمونه شمر ابن ذلجوشنه. بعضی از آدمای نمیدونم چی اسمشون رو بذارم، تا دقیقه 90 پای رکاب امیرالمومنین بودن دو نفر. دقیقه 90 دیدن دیگه کاری بر نمیاد، گفتن یا ابا عبدالله ما بهت قول دادیم تا وقتی که برات کاری ازمون برمیاد باشیم، حالا دیگه امری نداری، متاسفیم شما رو تنها میگذاریم. آقا فرمود نه بفرمایید. رفتن. حالا دیگه نباید یه عمر یدک بکشه افتخار کنه من پای رکاب امام حسین جنگیدم. بعدش چی؟ بذار من راحت خاطرات جنگ میگم بخاطر که صمیمی هستیم راحت. وقتی کسی فکر نکنه اینا یعنی فضل فروشی ها، هیچ خبری نیست. قصه بخور برای من اگه یه محبتی بینمون هست بگو خدایا آدمش کن. آخه این بدبخت جبرم دیده آخه زشته، زشته براش. شما برای دعا هم باید بکنی، بدهکارم میشی دازه. فکر نکن من میخوام فخر فروشی کنم. ولی یه جایی از جبهه ما فهمیدیم خیلی اوضاع ناجوره، نمیتونستیم از سنگرهای کمین در بیاریم بیرون. یه بار تو جبهه اتفاق افتاد، اونم چی بود؟ اونم هر طرف می اومدی بوی خون تازه به مشام می رسید. آدم می فهمید کشته زیاد دادیم این اطراف، بچه ها همه لتو پار شدن. دیگه این یه فضای خیلی ناراحت کننده ایه. رفقا امشب تو کربلا بوی خون تازه به مشام بچه ها می رسید. بچه ها دارن تو این محیط خیمه زدن کنار دارالحرب. دارالحرب یه قدم اونورترشون تمام کشته ها رو زمین افتاده با بدنه های مجروح. فوق چهار تا روزه یا عاطفیه که ما بخونیم. ما یه نفر اسمس زده بود من هنوز نفهمیدم حسین چرا دختر کوچولوهاشو برده. داغ کربلا خیلی بالاتر از این حرف هست. ما فقط از کنارش عبور میکنیم. یا ابا عبدالله میشه یه روزی گوشه های از کربلا تو به ما نشون بدی؟ ما رو خصوصی کربلای خودت بدون. وقت همیشه مشغول کربلایی،
هر مشکلی برامون پیش بیاد به مشکل لبخند میزنیم، میگیم نه ما یه مشکل داریم حلم نشده، حلم نمیشه، همه سرمایه قصه خوردنمون رفته برای اون مشکل، جا نداریم دیگه برای مشکل دیگه ای قصه بخوام. بعضی ها اینجوری هنها، من دیدم یک دیوانه اینجوری دیدم، بودم بیشتر از اینم، همه مشکلشون یه دونه است، اونم مشکلاتی که زینب تو کربلا داشت، مشکلات این است، مشکل دیگه ای نداره، میرن عمیقا تو فکر، هی میخوان برای زینب راه حل پیدا کنن. اینجوری میشه آدم، یه روزی میرسه که حزنت فقط حزن حسینه، قصهات فقط قصه های حضرت زینبه. توی بیابون تاریک زینب این بچه هایی که گم شدن چجوری باید جمع بکنه برداره بیاره زیر خیمه؟ تعداد بچه هایی که تو کربلا بودن زیاد بود، 81 زن و بچه هست، بانوان رو کنار کنیم الان من رقمش یادم نمیاد، ولی این بچه ها تو این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ وقتی اومدن مدینه 4 بچه بیشتر با کاروان نبود، دانه دانه بچه ها دق کردن، کربلا ادامه داره بدون دق کردن. اینو من خودم ندیدم، یه عالمی میگفت، میگفت مأمور شدن توی نور اندکی که تو بیابون بود بگردن، 2 از بچه ها رو امشب پیدا نکردن، یه جایی کنار یه بوته ای یکی از خانومه ها صدا زد، زینب خانم بیا اینجا، بچه ها خوابیدن، آروم برشون داریم. اومدن دید دست به بغل، دست گذاشتن هم دیگه رو بغل کردن، یک گوشه پناه آوردن، اومدن بدن بچه ها رو بردارن آرام، دیدن سرد بدن، اینقدر از درس هم دیگه رو در آغوش گرفتن، جان دادن، خدا این بدن ها رو زینب باشون چی کار کنه، کجا به خاک بسپار. دختر بچه خیلی میترسه ها، هیچ وقت به دختر بچه دارید نترسه، میخواد برید به سمتش باشه حرف بزنید، تون نرید، آرام بده، تو کل زندگیش میبینی تأثیر میگذاره. بنده میخوام عرض بکنم دختر بچه ها رو بزنن اشکال نداره، ولی نترسونن، نترسونن. چی کار کردن؟ یه دفعه آسمان عصر امروز سیاه شد، زمین لرزید، عالم به هم ریخت، زینب کبرا فهمید چه خاکی بر سر عالم شده، اومد تو خیمه امام زمانش زین العابدین، عزیز برادرم تو بگو چی کار کنی؟ فرمود علیکن بالفرار، فرار کنید. بچه های حسین خودشون نمیبینن جنگ باید فرار کنن، نه نمیفهمن، چون بچه های حسین تا حالا کتک نخوردن، کسی اونا رو نزده، بچه های حسین تا حالا آدم دیدن، چنین شرایطی نبودن. در یکی از نقل‌هایی که به صورت‌های مختلف این نقل در مقاتل مختلف اومده، بگم باید فریاد بزنی هرچی از صدات باقی مونده، من بعید میدونم زینب دیگه امشب صدایی براش باقی مونده باشه. میگه ما 10 بودیم، اولین اسبهایی بودیم که به خیمه حمله کردیم، بچه ها صدای اسب شنیدن، شاید فکر کردن باباشون برگشته، اومدن بیرون، با یه شوقی اومدن بیرون،
بچه هست تا متوجه بشه این مسائلو طول میکشه. همه تا ما رو دیدن فرار کردن، یه پسر بچه ماتش برد فرار نکرد. میگه یکی از ما اومد پایین، شمشیر رو بالا برد پایین آورد، در جا بچه رو جلو خیمه ها دونیم کرد. خب این بچه ها دارن از میان خیمه نگاه میکنن. نامرد شجاعتش رو اینجا نشون میده. اینا از جلو حسین فرار میکردن، شجاعتش رو داره اینجا نشون میده. حالا زینب میخواد به این بچه ها امشب آرامش بده. چی میخواد بگه؟ بگه عزیزم عبی نداره، مادرهایی که تو جلسه نشستید کمک کنید، یه جمله به من یاد بدید ببینم. چی بگه؟ بگه درست میشه عزیزم. درست که نمیشه که، داریم میریم خرابه، داریم میریم اسیری. بگه عیبی نداره. چی عیبی نداره؟ بدن قطعه قطعه چی عیبی نداره؟ بگه چیزی نیست عزیزم. چی چیزی نیست؟ چی چیزی نیست؟ چی باید بگه؟ بگه گریه نکن. چرا گریه نکنم؟ چی باید بگه زینب؟ چی باید بگه؟ یه کلمه بگه زینب، این بچه ها بگه. چی باید بگه؟ چی باید بگه؟ بذار زینب ساکت شد. من تصورم اینه که دیگه حرف نزد، دیگه کم حرف زد. داداش که گفته بود گریه نکن، شیون نزد، چشم. الان حرفی هم نداره بزنه، چی بگه؟ گذشت گذشت گذشت، مریض شد، دیگه نتونست گریه کنه. اومدن مدینه، حالا میگن زینب گریه کن، مات یه گوشه ای رو نگاه میکنه، ام البنین جلو چشم زینب گریه میکنه، رباب گریه میکنه، همینجور نگاه میکنه. چیزایی که زینب دیده هیچ کس ندیده. مگه زینب پیام‌آور کربلا نیست؟ مگه زینب شاهد ماجرا نیست؟ امام زین العابدین غیر از علم امامت که همش تو خیمه بودن، مگه آخرین اسرار رو زینب نشنیده؟ مگه بزرگتر نبوده؟ برید مقاتل رو نگاه کنید، هیچ کجا ننوشته زینب فرمود ما در کربلا این طور شدیم، حسین این طور گفت، همش دیگران فرمودن، زینب اینو گفت، زینب آمد. امام زین العابدین میفرماید، حضرت سکینه میفرماید، دیگران میفرماید. خانم زینب تو چیزی تعریف نمی کنی؟ تو یک کلمه حرف بزن چی شد؟ حسین لحظه آخر چی گفت؟ تو چی گفت؟ یه کلمه نمیخوای تعریف کنی؟ یه کلمه تعریف کنی؟ یه کلمه حرف بزن؟ همچون نگاه میکرد، لااقل گریه کن، دق میکنی.
گفتن بابا زینب رو ببرید از این مدینه ببرید بیرون، اینجا که دیگه اصلا نمایشگاه غمه، کوچه بنی هاشم نگاه کنه، در خونه مادرش رو نگاه کنه، خونه حسین تو همسایگیش رو نگاه کنه، یه هر روز صبح بیاد جای خالی حسینش رو ببینه. ببر زینب و عبدالله ابن جعفر، ببرش توی باقی یه جایی محیطش عوض بشه، کمی یاد مصیبت نیفته. بردن زینب و توی باغ، شب آخر جلساتونه دیگه. این بچه هایی که خدمت کردن، سیاهی زدن، وایستادن، مزدشون رو بگیرن از حضرت زینب. حضرت زینب خیلی مهربانه، نبین مصیبت دیده است، حواسش هست. کاروان وقتی برگشت مدینه، یزید ملعون گفت دیگه اینا رو تازیانه نزنی ها، با احترام ببر، ما هرچی اینا رو زدیم ضرر کردیم. اینا رو با احترام آوردن مدینه، نزدیک مدینه زینب فرمود صبر کنید خانوما، چیزی از طلا جواهرات دارایی قیمتی دارن بیارن. آوردن همه رو گذاشت توی دستمالی، فرمود اینو ببرید بدید ساربان، ازش تشکر کنید ما رو تازیانه نزده. وقتی جلوی ساربان گذاشتن گوینا چیه؟ گفتن اینا تشکر حضرت زینب با احترام برخورد کرد. اینقدر خودش رو زد و ما با چه خانواده ای چگونه برخورد. زینب تشکر میکنه، یا زینب این بچه ها تازیانه نزدن یعنی چی؟ اینا خودشون رو زدن به خاطر بچه های شما. هر کی کار کرده شرمنده حسین ها، ادعا نداره، ولی نوازششون کن. ببر عبدالله ابن جعفر، میخوام به بهونه این روزه برگردم کربلا، از عاشورا در نیای بیرون به این سرعت، تا سه روز بدن حسین روی زمینه. با خواهیم برگردیم کربلا، همیشه هم با حسین تو کربلا بمون. میگن خانم آوردن توی باقی، خب اینجا یه باق مفرحیه دیگه، در و دیوار کوچه بنی هاشم نیست، کربلا نیست، اون آثار رو نداره. یک کمی خانم فاصله بگیره از اون مصیبت ها، دست بانوی خودشو گرفته داره میاره، یه دفعه یه نهر کوچک آب وسط باغ داره، زینب خیره خیره به آب شروع کرد. زینب دیگه قدم از قدم بر نمیداره، زینب رو جایی ببرید که آب نباشه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. میگم می اومد روزها کنار نهر آب می نشست به آب نگاه. یک کسی داد بزنه پیش زینب بگه فدای لب تشنت، این زینب آروم بگه. خدای ما رو یه لحظه از حسین جدا نکن، خدای ما رو یه لحظه از لب تشنه حسین جدا نکن، خدای ما رو تشنه لب حسین قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. من یه لحظه مکس کردم، این زمینی که شما 10 شب 11 شب توش گریه میکنین، فردا شب خالیه چی میکشه؟
آخه سنگ دل داره، روایت هست، فردا شب گریه میکنه، میگه خدا اینا کجا رفتن، اینا کجا رفتن، تا دیشب اینجا یه جور دیگه بود، اینا کجا رفتن. سنگ دل داره، امان از دل زینب. امشب دعا میکنه اکبرم، یعنی من دیگه تو رو نمیبینم. عباسم باور نمیکنم، گریه نمیکنه زینب چون باور نمیکنه، فعلا که باور نکرد، باور نمیکنه. لا اله الا الله. زینب برای همیشه ما رو تو خیمه نیم سوخته ای که امشب تو کربلا برقرار کردی نگه دار، ما جای دیگه کاری نداریم، ببین ما کاری دیگه نداریم تو عالم، ما یه زمانی فکر میکنیم یه کاری داریم، باید یه کاری بکنیم، حالا دیگه الان کاری نداریم، مشکل یه مشکلی بیچاره مون کرده. خدایا تمام ظالمان عالم به حق خون مظلوم حسین نابود بگردان، هر کی ظالما رو کمک میکنه قابل هدایت نیست، اونم نابودش بگردان، همه مظلومان عالم خدایا خلاصی نهایت بفرما، ما رو واسطه خلاصی مظلومان عالم قرار بده. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.